من مهرداد غلامی هستم و طبعا همه مسلمون زاده بودیم و هر جا می رفتیم که می خواستیم فرم این چیزی پر کنیم، چه برای کار، چه برای سربازی و دیگر کارا، نام مذهبی که زده بودن باید می نوشتیم شیعه اثناعشری. داخل یه مقطعی تصمیم گرفتم که برم در مورد اسلام مطالعه کنم و وارد یه جرگه از مثلا جریاناتی شدم که میتونم بگم به مدت چندین ما رفتم حوزه علمیه در مورد اسلام به صلاح تحقیق کنم، ولی خب بیشتر از چند ماه نتونستم بمونم چون واقعا جوش برای من اصلا قابل تحمل نبود و بعد از 6-7 ماه فکر میکنم از اونجا خارج شدم. که من طی کردم یه چیزی بوده 7 ماه تا 9 ماه، دقیقا یادم نیست. در اون زمان خب ما داخل یه اتاقکایی بودیم به اسم حجره، بعد باید مباحث هم انجام میدادیم، مباحثه میکردیم. من نگاه میکردم میدم تمام کسایی که دارن اونجا شروع کردن برای این کار همشون مقاصد سیاسی دارن، یعنی از اون موقع صحبت میکردن که دوست دارن در آینده چه شغلی پیدا کنن تو جامعه. یه عدهشون میگفتم ما دوست داریم بریم تو دادگاه، دادگاه حقوقشون خیلی خوبه. همش دیدم در رابطه با این مسائل دارن صحبت میکنن. منی که رفته بودم در مورد دین اسلام اطلاعاتم کامل کنم، شناخت پیدا کنم، خب طبعا داخل یه محیط اونجوری نمیتونستم من هم مثل اونا همرنگ بشم راجع به چیزا صحبت کنم و میدیدم چیزی که اونا دارن بروز میدن، یعنی چیزی که داخل ذاتشون وجود داشت و چیزی که بروز میدادن، زمین تا آسمون با هم دیگه فرق میکرد. من خیلی تحمل کردم، تونستم تحملشون کنم. بعد دیگه برام اصلا طوری شده بودن که حال به هم زن شده بودن. پیش خودم گفتم علی دشتی، صادق هدایت و خیلی های دیگه که از مثلا حوزه شروع کردن و بعد بر علیه اسلام نوشتن، اونا طاقت خیلی خوبی داشتن که تونستن تحمل کنن اینا رو. من بیشتر از اون چند ما نتونستم با اینا کنار بیام و تحملشون کنم. در مورد مسلمان زاده بودن در ایران، خب ما این دین رو میتونم بگم تو ایران همه به ارث میبرن، شاید مطالعات زیادی در مورد دین نداشته باشن. دین اسلام به نظر من یه دینیه که به ما ایرانی‌ها تحمیل شده و ما با اون داریم زندگی میکنیم. خیلی ها هستن در مورد اسلام چیزی نمیدونن، این تحقیقی نکردن، صرفا به اسم اینکه پدرشون مسلمان بوده، پدر بزرگشون مسلمان بوده، خودشون هم مسلمان هستن. ولی سیری که من طی کردم از مسلمان زاده تا اینکه به یه آدم بیدینی برسم، لایش بشم و بعد به سمت مسیحیت برم، این یه پروسه‌ای بوده که طی شاید بگم چندین سال مطالعه کردن و زندگی کردن. طبعا من مراحل زیادی رو طی کردم از مسلمان بودن، مسلمان زاده بودن و اینکه بعدش لایک بشم و بعدش به دین مسیحیت رجوع کنم، مراجعه کنم. این بوده که سختی های خیلی زیادی کشیدم، فریبای زیادی رو در دین دیدم، حتی خدعه، نمیدونم دروغ مصلحتی، خیلی چیزهای دیگه بودم که اصلا با انسانیت من فکر میکنم جور در نمیاد، با منش یک انسانی که میخواد آزاده باشه جور در نمیاد. روی این حساب یه دل به هم زدگی از دین اسلام به من دست داد که یه جوری من از این دین خودم رها کنم و فرار کنم. خب با توجه به کتابایی که موجود بود و میخوندیم، تصمیم گرفتم که اصلا هیچ دینی رو برای خودم انتخاب نکنم. ولی با همون بیدین بودنم بعد از طی چندین سال به این نتیجه رسیدم که
واقعا آدم به پوچی میرسه، باید یه چیزی باشه که آدم بهش متوسل بشه و نه هر چیزی، یه دینی که واقعا پیامش راستی و برادری و برابری باشه، نه تزویر و ریا و نه سیاست. من داخل و اندیشه که قبلا بودن، قبل از مسیحیت، واقعا به پوچی رسیده بودم و هیچ علاقه به ادامه زندگی در خودم نمیدیدم. من از دین یه جورایی گریزون بودم، ولی خب تو یه مقطعی کتابای صادق عدالت زیاد خوندم، کتاب ارزم به حضورت از علی دشتی خوندم، کتاب 23 سال که میدونم اون موقع این کتاب 23 سال حتی حکم اعدامم داشت. یه سری کتابای دیگه بودن که مذهبی بودن خوندم. آشنای من از طریق یکی از بستگانم بود که با مسیحیت آشنا شدم. ایشون یه چیز بوده 8 سال تو دین مسیحیت بود، مرتب با هم صحبت میکردیم و اون منو خیلی ترغیب کرد که حتما ایمان بیار، چون من داخل مرحله از زندگیم قرار گرفتم که حتی تصمیم گرفتم به زندگی خودم خاتمه بدم. تو اون شرایط سخت و بحرانی اون عزیز به داد من رسید و صحبتایی که می کردیم فهمیدم که حتما خداوند برای من نقشه‌ای داره و من خودم خبر ندارم. با صحبتایی که با هم دیگه می کردیم و آشنایی با دیگر مسیحیان متوجه شدم که یه حس تازه‌ای در من زنده شد، یه حسی که میتونه منو متغیر کنه، یعنی تغییرم بده و امیدوارم کنه به زندگی. آشنایی من از این طریق بود با دین مسیحیت. یواش یواش که با هم دیگه صحبت می کردیم و ساعتهای زیادی رو با هم می گذروندیم، فهمیدم که دین مسیحیت یه چیزی جدا از دین اسلام، یه چیزی تقریبا میشه گفت که وقتی همش در حال گذشت هست، یعنی همش به همدیگه رحم کنن، کمک کنن، گذشت کنن نسبت به همدیگه. ولی خب چیزی که ما در اسلام دیدیم و در جامعه ایران بزرگ شده بودیم و میدیدیم به وضوح، چیزی بوده که همش تظاهر بوده، همش هر چیزی رو بنابرای این که فکر میکردن مهربون باشی به اصطلاح سادگیه، خوب باشی سادگیه، یعنی همه چیز رو تو زرنگی چیز میکردن، به اصطلاح مشاهده میکردن. یادم میاد روزی که تصمیم من گرفتم که مسیحی بشم، من از لحاظ روحی روانی واقعا میتونم بگم که واقعا داغون بودم. من حتی قرصای ضد افسردگی می‌خوردم و 100% تصمیم من گرفته بودم که به زندگیم پایان بدم. و قبل از اونم یک بار اقدام کرده بودم، میتونم بگم که دیگه هیچ ترسی از این موضوع نداشتم. ولی خب موقعی که آشنا شدم، حتی هر صحبتی که از دین مسیحیت می‌شد، حس می‌کردم یه جرقه در من داره روشن میشه. یعنی اون تاریکی که میتونم بگم دوربر من احاطه کرده بود، اون تاریکی یواش یواش از بین میرفت. یادم روزی که حال درست حسابی نداشتم، اون آشنامون تماس گرفت با یه کشیشی در امریکا. اون کشیش به من زنگ زد، با من صحبت کرد و دعای نجات برای من خوند. اون دعای نجاتی که برای من خوند، من خیلی منقلب شدم، یعنی حتی گریه کردم. از اون به بعد یادم دیگه نه داروی خوردم و اون تپش قلبی که وجود داشت، اون سنگینی باری که رو دوشم حس می‌کردم دیگه برطرف شد و واقعا حس کردم یه چیزی در من به وجود اومده، یه حس خیلی خوبی، یه شجاعت، هر چیزی که بهش اسمش گذاشت. و پیش خودم یه مروری می‌کردم اون زمانی که به فرض حالا مسلمان بودم، اون زمانی که لایک شده بودم، و با این زمان حال که مقایسه میکردم میدیدم خیلی تغییر کرده. در مورد این تغییری که در من به وجود اومد، خب میتونم بگم خب این یه تجربه شخصیه، شاید برای هر کسی فرق میکنه، ولی برای من این تجربه این بود که آرامش پیدا کردم و سعی کردم که تا اونجایی که در توانم هست
به دیگران کمک کنم. این باعث می شد که من از اون خودخواهی که در من به وجود اومده بود و فکر می کردم زندگیم فقط در دستان خودم و برای خودم هست از اون فاصله بگیرم. من زنده هستم، شاید و حتما مطمئنم که اینطوری که کمکی بکنم به دیگران. تفاوتی که بین مهرداد قبلی و مهرداد فعلی حس می کنم، من انسان پرخاشگری بودم، با کوچکترین چیز ناراحت می شدم، از گوره در می رفتم و بیشتر حق به جانب خودم می دیدم و برام مهم نبود که دیگران در مورد من چه فکری می کنن. و همیشه می تونم بگم اکثر اوقات حق به جانب خودم می دیدم. این روزا دیگه اونطوری فکر نمی کنم. این روزا خودم رو خیلی قانع تر می بینم، خودم رو خیلی حس می کنم که در مقابل مشکلات خیلی راحت تر باشم، کنار میام. سعی می کنم که انسانی باشم که مثمر ثمر باشم، چه برای خانواده، چه برای جامعه، چه برای دوستان آشنایان. کمکی از دستم بر بیاد با کمال میل انجام میدم. شاید اون موقع اگه قرار بود برای کسی کاری بکنم انتظاری چیزی ازش داشتم، ولی امروز انتظاری ندارم و با این مسئله کنار اومدم که منم یک عضوی از این جامعه هستم که باید خیلی بیشتر از اون چی که قبلم بودم مثمر ثمر قرار بگیرم برای جامعه، دوستان، اطرافیانم.